در این ایام کرونایی آدم یک چیزایی رو میبینه که دو تا شاخ از رو کلش و چند تا هم از جای دیگهش در میاد. از جمله ای که یک سری از بزرگواران تشریف برده بودن در حرم رو داشتن میشکستن. حالا شما ممکنه بگین که خب با در تاریخ زیاد داشتیم آدمای مثلا لامذهب، آدمایی که از یک مذهب دیگه، چون دکون دستگاه اینجوری زیاد داریم دیگه، اون یکی میخواد بیاد مثلا مغازه یکی رو ببنده. ولی نه، نکته اینه که اینا که رفته بودن در حرم ها و به خصوص یک امام و همام که ما خراسانی ها خیلی روی ایشون تعصب داریم رو میخواستن بشکنن، اینا طرفدارای امام بودن یا او حضرت یا ای بزرگواران، که چی؟ که ما کرونا مرونا حالی ما نمیره، در بشکن ما میخوایم بریم شفا بگیریم. شما دوستان خدا هم فکر نمیکنم دیگه بتونه به شما شفا بده، مدا شفای شما شفای کرونا نیست، شفای یک کاف دیگه ایه. بعد فحش میدی، الان شما فحش به کی دادی؟ فحش به امام دادی که اصلا شوخیش هم زشته، فحش به خادم حرم دادی. حالا خادم حرم میتونه فحش بده، اشکال نداره، ولی آخه دوست عزیز، البته شما که دوست عزیز ما نیستین، ان شاءالله شما دوست عزیز ما میره، یک ذره فکر نکردی که الان امامی که خود خدام و خود علماش گرفتن ایشون رو، یعنی ذریح ایشون رو، از کف تا گنبز با الکل شستن، یعنی خود ایشون، یعنی ایشون که نه، طرفدارای خیلی از شما مهمتر ایشون، دست به دامن محمد ابن زکریای رازی رفتن. کرونای دوست عزیز، قرن 21. بعد شما میگی که این در رو نمیدادم رضا خان نتونست ببنده، حالا اینا بستن. بعد یک سوال، ما با یه سی بی ام روشن فکر از دست آدم قشری نجات بدیم؟ آدم قشری رو از دست آدم متحجر نجات بدیم؟ آدم متحجر رو از دست آدم متحجرتر، یقه آدم متحجرتر از دست شما، یعنی ما الان چیکار باید بکنیم؟ الان کی به کیه؟ و اینه که البته دوستانش اینام رفتن ارشادات کردن و اینا یکی یکی دارن ویدیو میذارن، عذرخواهی میکنن، میگن ما ملتفت رفتیم. خب دوست عزیز، حتما باید شما رو تو کیسگونی بکنن ببرن ملتفت تا کنن. مثل به چه آدم دارن بهتا میگن داداش کرونا آمده، یک ویروسیه داره آدم مکشه و مرکز شیوع ویروس جای شلوغه. حالا جای شلوغ فرقی نداره، دیسکو باشه یا حرم باشه یا اتوبوس باشه یا هر جایی، نرو درش هم وقتی قراره ببندن دیگه، اوی که در او رو ببنده و از وجوهات و نزورات صرف نظر میکنه، مطمئن باش خیلی فشار بهش آمده، و الا که دوستان که اهلی کارا که نیستن. یا حالا اینا رو ول میکنی، اون یکی که چهارشنبه سوری گرفته، بابا چهارشنبه سوری هم رسم بسیار خوب، اصلا شما برو خودت بتره کن، الان بهت میگن وقتش نیست دیگه. بابا او که حرمدار بود، او دیگه ملتفت رفت که باید با الکل اول بشور بشور کنه بعد درش ببنده. شما دوست عزیز را میفتید تو خیابون و فلان، و حالا یک درو به شمال و یک درو به مشهد و ایور اوور سفر، دیگه بفهم دیگه. حالا بعد میگی این که یک لذتی داشته، مثلا رفته بیرون دلش گرفته بوده، که البته کار اشتباهی ها، اصلا نمیخوام توجیهش بکنم، این یک حماقت با لذت میکنه. اوی که میخواد در حرم رو بشکنه، حماقت بدون لذت داره انجام میده. و اینه که ما در این ساعتهای پایان سال 98 که واقعا سال سخت و سنگینی بود، یعنی خداوند عالمیان ایشون دیگه نمیدونم دیگه، واقعا ما و سایرین به وجودشون ایمان آوردیم، یعنی بر یک ملتی فقط یک قادر مطلق میتونه اینجور ببارونه. که حالا چون آخر ساله نمیخوام خیلی راجع به این صحبت ها خیلی چیزا حرف بزنم، ولی به هر حال حالا ایشون اگر هست و حرف ما گوش میده و دستش میرسه و اینا، میخوام که یک شفای به هر دوی این گروه ها عنایت بفرمایه، و بعدم یک شفای کلن به کرونا زدگان و اینا که دیگه واقعا حوصله ها سر رفته، ریالا یا پولا ته کشیده، اعصابا خط خطیه، و عجیب عیدیه که دیگه ای یک عید رو مفهم کنم از دوران مغول تا الان نداشته. بخشش تقصیر اونایه که ما همیشه البته اول باید بگیم اونایه که باز به ما نگن نمیدونم مالکش و فلان، و بخشش هم تقصیر خود ما که رعایت نمی‌کنیم، و بخشش اصلا تقصیر کسی نیست دوستان. دیگه یک اتفاقی که افتاده، این دستگاه مقصریا ما خاموش کنیم و دیگه منتظر باشیم تو قرنطینه.
دانشمندان دارن روش کار میکنن، خبرهای بسیار خوبی هم رسیده. امروز دانشمندان در دانشگاه آکسفورد هم تایید کردن که یک دارو که قبلا ساخته شده بوده خیلی مؤثر و مفید روی زمینه، که حالا ما چون تخصص در ای یک زمینه هم در واقع مثل سایر زمینه‌ها ندارم، این مسپرومش به دست همون دانشمندا و دیگه این بوی الکلی هم که میگن از حرم آقا میه خیلی مجاورین رو سرمست کرده، که حالا امیدواریم در این سال نو به هر حال هر کسی به هر نوعی شادی و شادکامی داشته باشه. البته ما یک پیام نوروزی در ادامه خواهیم داد، ولی فعلا گفتم که دوستان دیگه در این مهاجمین حرم در آخرین روزهای سال دیگه این یک رکورد رو لطف کنن ثبتش نکنن.